افسوسیان فصل دوم. در گذشته شما به علت خطایا و گناهان خود مرده بودید و در راه‌های کج این دنیا قدم می‌گذاشتید و از سردار قدرت‌های هوا، یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می‌کند، پیروی می‌کردید. در آن زمان ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم. درست مانند دیگر آدمیان، ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید و در مسیح ما را سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید تا ثروت بزرگ و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در مسیح عیسی در زمانهای آینده نمایان سازد. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود فخر کند، زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکوی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. بنابراین به خاطر داشته باشید که شما در گذشته جسماً جزو اشخاص دور از خدا بودید و با وسیله اهل سنت، یعنی یک عمل جسمانی که به دست انسان صورت می گیرد، سنت نشده نامیده می شدید. در آن زمان از مسیح دور بودید و از برتری قوم اسرائیل محروم و از پیمانهایی که بر وعده‌های خدا استوار بود بی بهره بودید. شما در این دنیا بدون امید و بدون خدا به سر می بردید. اما اکنون شما که دور بودید، به وسیله مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید. زیرا مسیح صلح و سلامتی ماست و این دو، یعنی یهود و غیر یهود، را با هم یکی ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنان را از هم جدا می کرد و دشمنان یک دیگر می ساخت در هم شکست، زیرا شریعت را با مقررات و احکامش منسوخ کرد تا از این دو دسته در خود یک انسانیت نو را به وجود آورد و صلح و سلامتی را بسازد. مسیح با مرگ خود روی صلیب این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید تا دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد. به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. اکنون هر دو به وسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح، یعنی روح القدس، به حضور خدای پدر بیاییم. پس شما غیر یهودیان دیگر غریب و بیگانه نیستید، بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانواده خدا هستید. شما بر تهدابی که به دست رسولان و پیامبران نهاده شد بنا شده اید و مسیح عیسی سنگ اصلی آن است. در پیوستگی با اوست که تمام عمارت به هم پیوست می گردد و رفته رفته در خداوند به صورت یک خانه مقدس خدا در می آید. شما نیز در پیوستگی با او و همراه دیگران به صورت مکان بنا خواهید شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند.